دوستای خوب بیننده، در برنامه قهرمانان ایمان در خدمت شما عزیزان هستم. خیلی خوشحالم که میتونم در یک برنامه دیگه با شما عزیزان همراه باشم و قسمتی از کلام خدا رو با هم دیگه مطالعه کنیم در رابطه با قهرمانان ایمان. قهرمانان ایمان برنامه‌ای که ما رو تشویق میکنه تا با بهره‌گیری و نمونه‌ای که در کتاب مقدس هست، نمونه‌های خوبی که در کتاب مقدس هست از زندگی اون عزیزان، از چالش‌هایی که توی زندگیشون دارن، ما بتونیم این نمونه‌ها رو ببینیم و تقویت بشیم در موندن خودمون در ادامه تداوم ایمان خودمون در پیروی از عیسی مسیح. عنوانی که در این بخش با هم دیگه خواهیم داشت، عمل ایمان هست که ما رو با آیه کلیدی که در کتاب یعقوب هست همراهی میکنه این درس. یعقوب فصل 2 آیه 26 رو برای شما عزیزان قرائت میکنم. اگر کتاب مقدساتون جلوی دست هست لطفاً باز کنید. یعقوب فصل 2 آیه 26 میفرماید: زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون عمل نیز مرده است. خیلی ها این کتاب یعقوب رو توصیه نمی کنند، به لحاظ اینکه یعقوب مرد عمل، خیلی روشن و واضح به تک تک ما میگه که اون چیزی رو که شما در موردش دارید صحبت می کنید، حرف می زنید، موعظه می کنید، سخنرانی می کنید در موردش، این بایست که توی زندگی شما نشون داده بشه. زندگی عملی مسیحی به این مفهومه که اون چیزهایی رو که ما داریم در موردش حرف میزنیم یا در مورد اونها ادعا میکنیم، میبایستی که در عمل توی زندگی ما دیده بشه. پتروس رسول به ما میگه که شما باید همیشه آماده باشید تا وقتی که دیگران از شما سوال میکنند پاسخگو باشید. این آیه رو خیلی ها اغلب مسیحیان به کار میبرن که آره ما باید آماده باشیم، جواب بدیم، حرف بزنیم در موردش، ولی این نکته خیلی کوچکیه و ریزیه که پتروس داره میگه آماده باشید که وقتی از شما سوال میکنن. یعنی اینکه زندگی ما، نوع زندگی ما، روش زندگی ما به شکلیه که مردم براشون سوال پیش میاد. خب من الان باید چیکار بکنم؟ چطور جواب این شخص رو بدم؟ این طرف براش سوال پیش اومده که چطور این شخصی که من تا دیروز میشناختم چه کاره بود، چه کار میکرد، اما الان مدتیه که میبینم طرز فکرش، طرز حرف زدنش، نشست و برخاستش، نگاهاش اصلا تغییر کرده. پس پتروس به ما میگه که نوع زندگی شما شکلیه که برای دیگران سوال برانگیز میشه که این چه خداییه که اینها دارن پیروی میکنن، چه امری موجب شده، چه قدرتی موجب شده که اینها تغییر پیدا بکنن، و این سوال موجب میشه که اونها بیان پیش شما و ازتون سوال بکنن و ما میباید که آماده یه جوابگویی باشیم. البته که چه حقیقتی که موجب شده توی زندگی ما، طرز فکر ما، دیدگاه ما، روش زندگیمون تغییر پیدا بکنه. یعقوب مرد عمل میگه که ایمانی که عمل نداره مثل شخصیه که مرده. مرده رو شما هرچی بری بهش دست بزنی، ساعتها باش حرف بزنی، یک شخص مرده جوابتو نمیده، چیزی برای گفتن نداره. حالا شما برو کف پای اینو قلقلک بده، نمیخواد، هیچ احساسی نداره، بی حرکت، بی جان، بدون احساس، بدون فکر، این یعنی مرده. یعقوب میگه اون چیزهایی که در موردش دارید شما ادعا میکنید در مورد ایمان خودتون، اگر که اون عملش دیده نشه توی زندگی شما، اون یعنی ایمانتون مرده. من در مورد چیزهایی در مورد برای شما صحبت میکنم یا زندگی من چیزهایی نشون میده، ادعا میکنم
که پیرو عیسی مسیح هستم، یه صلیب گنده هم میندازم گردنم، هر هفته هم این کتاب مقدسم رو اینطوری، حالا اگه دور طلایی هم باشه که خیلی روحانی تره، زیر بغلم میگیرم میرم کلیسا، چهار تا سرودم میخونم، هللویا هم میگم، صلیبم هم طوری میندازم همه ببینن، یه صلیبم آویزون میکنم جلوی ماشینم، یه ماهی هم میچسبونم پشت ماشینم، همه بدونن که من مسیح. ولی روش زندگی من متفاوت اینو نشون نمیده. با همه درگیر، دعوا، مرافعه، هیچ چیزی توی زندگی من عوض نشده. فقط دارم ادعا میکنم. حالا یعقوب داره میگه عمل تو نشون دهنده ایمان زندگی توه. به من نشون بده عمل تو، این چیزایی که داری بهش باور داری، داری در مورد صحبت میکنی. ما توی دنیایی قرار گرفتیم عزیزان که از شنیدن، از موعظه کردن، از حرف زدن خسته شده. سالها مردم دارن موعظه و حرف و ادعا میشنون. سالها مردم دنیا از افراد مختلف وعده های مختلف شنیدن. وعده سرخرمن میگیم دیگه، ما ایرانی ها وعده های زیادی رو شنیدیم، ادعاهای زیادی رو شنیدیم. ولی دوستان من، چه کسی تونسته ادعاهای خودش رو ثابت کنه؟ این درس ما رو تشویق میکنه که به اون چیزهایی که ادعا میکنیم عمل بکنیم، حتی اگه اون چیزها کم هستن. شاید یک چیز هست توی زندگی شما. پولس میگه من یک چیز انجام میدم، اون چیزهایی که تو گذشته داشتم فراموش میکنم، به پشت سرم میندازم، اما اون چیزی که جلومه دارم میرم، من این کار دارم میکنم. و واقعا هم انصافا این کار رو میکرد، همه زندگیش رو برای اون هدف گذاشته بود. من و شما دوست عزیز چه چیزی رو داریم که تو زندگیمون نشون دهنده این هست که ما پیرو عیسی مسیح هستیم و داریم پشت سر اون قدم برمیداریم؟ عیسی مسیح وقتی که با شاگردا روبرو میشد، با هر کس که روبرو میشد، گفت دنبال من بیا، دنبال من بیا، اینجا باید بریم بالا، از این ور بیا، هر جا که من میرم بیا. خیلی وقتا ما عادت داریم که از عیسی مسیح جلو هم بزنیم بریم، را بیفتیم، ولی پشت سرش نه. ولی خب اگر کسی انصافاً بیاد تمام اون چیزایی که ما ادعا میکنیم، اون صلیبی که تو گردنمون انداختیم، اون ادعاهایی که داریم در رابطه با ایمان خودمون، وقتی که با مردم در مورد مسیح و ایمان و باورهای خودمون صحبت میکنیم، با غیرت جوش میاریم و رگا از این ور اونور میزنه بیرون، ما چه حقیقت رو عزیزان دنبال میکنیم؟ آیا زندگی ما، عکس‌العمل‌های ما نشون دهنده باورهای ما هست یا نه؟ در بخش بعدی با ما همراه باشید. بله دوستان عزیز، به این بخش برمیگردیم در رابطه با عمل ایمان. در بخش قبلی اشاره کردیم یعقوب مرد عمل میگه که عملی اگه توی زندگی تو نباشه، ایمان تو مرده است و هیچ تأثیری نداره. در این بخش میخواییم ببینیم که قهرمان ایمان این برنامه، آقای نوح، چه پیغامی برای زندگی من و شما داره. زندگی نوح، مردی که حدود 100 سال شروع کرد به ساختن کشتی، با چکش و میخ و رنده و بوی چوب و تیر و تخته سر کار داشت و شروع کرد برای خودش کشتی رو درست کردن، در حالی که مردم روزگار اون، ایام اون، هر کدوم شغلی داشتن، بیزنسی داشتن، کاری رو انجام میدادن، ساختمون سازی میکردن، اگه امروز بود برج سازی میکردن و به این شکل زندگی میساختن. ولی نوح نشسته بود، میخ و چکش و اره و رنده دستش بود و
داشت کشتی میساخت. حدود 100 سال این شخص نشست و کشتی درست کرده، در حالی که مردم اطراف اون زندگیشونو میکرده. 100 سال یک عمریه. و این شخص کشتی رو درست کرد، اون با اون کشتی زندگی میکرد، همه زندگی شده بود اون کشتی. تمام اون آدمایی که دور برش بودن او رو تمسخر میکردن، به او میخندیدن، متلک مینداختن، نگاش کنید اینجا تا چند فرسخی نه آبی هست نه رودخونه، این آقا داره کشتی میسازه. خل شده، دیوانه شده، مشکل داره. و به این شکل مردم زندگی های خودشون میکرد. هستن کسایی که توی زندگی های خودشون سعی میکنن زندگی بسازن. ما مخالف زندگی ساختن نیستیم. کتاب مقدس نمیگه که شماها زندگی نسازید و بنا نکنید. خیلی ها هستن که توی زندگی خودشون سعی میکنن با کار و تلاش، با روش کردن، با پول جمع کردن، حساب های ارزی، البته الان حساب های ارزی فکر نمی کنم دیگه معنی داشته باشه، ولی که سعی میکنن که زندگی بسازن، یک جایی که مردم دیگه وقتی میان، فامیل، دوست، آشنا وقتی به اونجا پا میگذاره بگه عجب خونه قشنگی، عجب میز و مبلمان قشنگی، ببین عجب زندگی ساخته طرف برای، عجب ماشینی داره، اصلا آدم کیف میکنه بشینه تو ماشینش. این افراد اغلب هستن که به این شکل زندگی هایی رو میسازن و چقدر تلاش میکنن. ترقی و پیشرفت خیلی خوبه، ولیکن این افرادی که زندگی سعی میکنن به این شکل بسازن از خیلی چیزا میزنن. هستن آدمایی که زندگی میسازن ولی زندگی نمیکنن. نوح کسی بود که زندگی میکرد با اون کشتی، با ساختن اون کشتی زندگی کرد و زندگی خودش رو ساخت. بنا کردن زندگی یک بنای بنیادی و ابدیه. زندگی که ما درست میکنیم میبایستی که بر اساس معیارهای کلام خدا باشه. وقتی که زندگی ما بر اساس معیارهای کلام خداست، به ما کمک میکنه که یک زندگی ابدی رو بسازیم. دوستان من، همه چیز توی تجملات و توی زندگیهای راحت خلاصه نمیشه. خدا همه چیز رو در اختیار ما میگذاره تا ما از اونها لذت ببریم. ولی نوح چه کار کرد؟ قهرمان ایمان در این داستان، در این برنامه زندگی خودش رو وقف کرد، تقدیم کرد برای اینکه خودش و اهل خانواده خودش رو نجات بده. اون یک کشتی رو درست کرد و بعد طوفان اومد. طوفان عزیزان اجتناب ناپذیره. هر آن ممکنه این از راه برسه. این طوفانیه که زندگی ها رو دگرگون میکنه. این طوفان اشاره به داوری خداست. این طوفان اشاره به زمانیه که دیگه وقت تموم شده، زمان گذشته. عیسی مسیح ماجرا و وقایعی رو که در زمان نوح اتفاق میفته به این شکل بیان میکنه. به اتفاق میخونیم آیاتی از کلام خدا در انجیل متی فصل 24 آیات 36 تا 39 رو برای شما عزیزان میخونم. میفرماید که اما آن از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان نیز، جز پدر من و بس. لیکن چنان که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می خوردند و می آشامیدند و نکاح می کردند و منکوهه می شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد. من حالا باید چی کار بکنم؟ زمانی که با این حقیقت روبرو میشم، عیسی مسیح میگه که
این دقیقاً این ماجرا بازگشت من و انتهای این دنیا زمانیه که مشابه با زمان نوحه. او از زمان نوح یاد میکنه برای اینکه این حقیقت رو به ما یاد بده. حقیقت اینه که یک روز همه چیز به پایان میرسه. عیسی مسیح میگه که برای خود گنج‌ها در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ نمیزنه و دزدان نقب نمیزنن، بلکه اونجا یک جای ابدیه. اون ثمره، اون زندگی ابدی رو که ما ساختیم کجاست عزیزان؟ اون خونه ای که ما درست کردیم کجاست برای خودمون و اهل خونه خودمون؟ باید بگیم که اون ایمان ما، اون چیزهایی که ما بنا میکنیم، اول از خود ما و بعد از خانواده ما شروع میشه. اگه من شاهد خوبی هستم برای مردم، میبایستی که شاهد خوبی باشم اول برای خودم و خانواده خودم. خیلی جالبه، مثالی که میتونم بیارم مثال خواستگاریه. ما ایرانی ها رسم و عادتمونه، توی فرهنگمون هست که اگه یکی به خواستگاری دخترمون میاد، میریم جیکوپی که طرف رو در میاریم، یکی دو نفر رو مأمور میکنیم میفرستیم برن جاسوسی. جاسوسی میگن میرن تحقیق، برن تحقیق کنن ببینن این آقای داماد که میخواد بیاد خواستگاری دخترشون چی کار است، چه شغلی داره، آیا کار خلاف میکنه، احتیاط داره، بیزنس داره. الان اول چیزی که نگاه میکنن اینه که ببینن چه کجا برجی داره، کجا ساختمون داره، چند تا ماشین داره، درست میگم، چقدر حساب پولی یا بانکی داره، کجاها ویلا داره و از چه خانواده ایه. همینه، با این تحقیق، با این شکل میخوایم که بخش بعدی به حقیقت عمل ایمان برسیم و ببینیم که ما چطور میتونیم در عمل ایمان، در گامهای عملی ایمان موفق باشیم. از نوح مرد عمل پیغام میگیریم توی زندگی روحانی خودمون. ما میبایست که ادامه بدیم در ایمان خودمون و سرد نشیم توی مشکلات. برای نوح خیلی سخت بود دورانی رو که میگذروند زیر آفتاب داغ، وقتی که دیگران مسخرش میکردن، با تیر و تخته سرگرم بود، ولی اون یک کشتی برای اهل خونه خودش ساخت. امروز من و شما عزیزان چه جور کشتی برای خودمون و خانواده خودمون درست میکنیم؟ تا بخش بعدی با ما همراه باشید. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم. در برنامه قهرمانان ایمان در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزان و خیلی خوشحالم که میتونم در این برنامه در بخش سوم یا بخش آخر در رابطه با زندگی موسی، عمل زندگی موسی، با شما عزیزان مطالبی رو در میون بگذارم. در بخش قبلی اشاره کردیم که موسی، عذر میخوام، نوح برای خودش کشتی رو درست کرد و با این کشتی زندگی خودش و خانواده خودش رو نجات داد. اون ساختن کشتی که خیلی عمری رو برد، حدود 100 سال عمر برد، زمان برد، برای او خیلی سخت بود، ساده نبود. با چکش و اره و میخ و رنده و با چوب سر کار داشت. 100 سال عمرش به این شکل سپری شد. دیگران اون رو مسخره میکردن، تمسخر میکردن و هر کس سر زندگی خودش بود و میگفتن که آقا اینجا تو 100 فرسخی هم آب نیست، تو برای چی کشتی میسازی؟ خول شدی مگه؟
این خیلی حماقته که تو داری کشتی میسازی. ایمان نوح به او حکم کرد که این کار انجام بده و اون از خداوند فرمان گرفته بود که این کشتی رو درست کنه. او میدونست که ساختن این کشتی خودش و خانواده او رو نجات میده. امروز با الهام گرفتن از زندگی نوح توی زندگی خودمون میخوایم ببینیم که ما چطور میتونیم که خودمون و اهل خونه خودمون رو نجات بدیم. اون کشتی یا محیطی رو که ما توی زندگی خودمون درست میکنیم آیا شبیه به زندگی نوح هست یا خیر؟ نوح یک عمر زندگی کرد ولی دیگران زندگی ساختن. افراد زیادی هستم، من زن و شوهرهای زیادی رو میشناسم که زندگی های خودشون رو میسازن. اونها زندگی میسازن، برج میسازن و خونه های بزرگ و درندشتی رو درست میکنن. اونها زندگی میسازن ولی با هم زندگی نمیکنن. امروز کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه که ما در عیسی مسیح زندگی کنیم و محیطی رو برای خودمون فراهم کنیم، برای خودمون و اهل خونه خودمون که در نهایت به خیر بیانجامه. نوح برای خودش یک عملی رو انجام داد توی زندگیش که شاید به نظر دیگران، از دیدگاه دیگران زیاد عقلانی نبود، ولی اون میفهمید که اون به این درک رسیده بود که این تنها راهیه، هرچند که راه خیلی احمقانه به نظر میاد، ولی این تنها راهیه که میتونه زندگی خودش رو نجات بده در آخر. یک روز همه چیز به پایان میرسه. نوح اینو میدید. نگاه ایمان نوح به آینده این رو بهش نشون میداد. اون به بینش و درکی رسیده بود که خیلی از افراد اطرافش نرسیده بودن. اون میدونست که این طوفان به پا میشه. بله، طوفان اجتناب ناپذیره. طوفان توی زندگی هر کدوم از ما ممکنه بیاد و یک روز این حقیقت به وقوع میپیونده. عیسی مسیح میگه زمان بازگشت من، زمان بازگشت ثانویه مسیح این اتفاق میفته، مثل زمان نوحه. مردم میخورن، میخوابن، کار میکنن، زندگی میکنن، همه چیزای عادی سر جاشه، انگار هیچ اتفاقی قرار نیست بیاد بیفته. زمان ارمیای نبی انبیایی بودن که نبوت میکردن. اونها میگفتن که سلامتی، همه چیز خوب، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، سر زندگیتون باشه. ارمیا تفلک زجه میزه، به اسارت میرید، بیچارتون میکنن، بلا سرتون میاد، اطاعت کنید. این مردم گوش نمیدادن. انبیای دیگه، انبیای کذبه معروف هستن، در کتاب ارمیا میتونید مطالعه بکنید، میومدن میگفتن سلامتیست، سلامتیست، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. امروز باورهای زیادی هست توی دنیای امروز ما، افکار روشنفکرانه و به ظاهر خیلی باز هست که افراد رو تشویق میکنه و به اونها میگه که خوش باشید، همین دو روزه تا میتونید خوش باشید، هیچ اتفاقی نمیفته، سلامتیه و نگران هیچ چیز نباشید، زندگیتون رو بکنید، خوش باشید. و به این شکل، با این طرز فکر که این یک خطر هست و هشدار برای ما، عمل ایمان ما رو سلب میکنن. اونها عمل ایمان از کسایی رو که پیرو عیسی مسیح هستن، اونها رو به تمسخر میکشن. چون که پولس رسول میگه ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، ولی برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست. پیروی از عیسی مسیح عزیزان کار ساده ای نیست توی دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم. در افسوسیان 5 آیه 18 میخونیم که
عذر میخوام، آیه 17 میفرماید از این جهت بیفهم مباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست، اون مسیر چیه. در آیه 10 میگه که تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیه. من باید بدونم، حتی اگه درک نمی کنم، به این ادراک نرسیدم که من باید چه کار بکنم. کلام خدا به من میگه که تو باید تحقیق کنی، بخونی. این کلام اراده خودش رو برای ما نشون میده. تو میتونی به این درک برسی. من باید بفهمم که دوره برای من چه اتفاقی میفته. بفهمم که آیا این انبیای کذبه درست میگن؟ کسایی که به کذب، به دروغ دارن میگن که آقا سلامتیست، هیچ اتفاقی نمیفته. آیا اونا حقیقت رو میگن؟ حقیقت چیه؟ من زندگی خودم رو بر اساس چه چیزی باید بنا کنم؟ کلام خدا معیار محک زندگی من و شماست عزیزان. در کلام خدا اراده خدا کشف شده. این کلام مکاشفه خداست و میتونه زندگی بنده و شما رو تغییر بده. اون راهی رو که باید بریم، اون کاری رو که باید انجام بدیم رو به ما نشون میده. اون تصمیمی رو که باید بگیریم به ما میگه. عیسی مسیح میگه صلیب خودت رو بردار و دنبال من بیا. صلیب نماد رنجه، نماد سختیه و همچنین صلیب محبت تو هم با رنج خدا رو به ما نشون میده که چقدر قلب خدا برای ما میتپه، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. این حیات، این زندگی جدید رو در عیسی مسیح ما دریافت میکنیم وقتی که او رو به قلب و زندگی خودمون دعوت میکنیم. عزیزان، این درس ما رو تشویق میکنه، این برنامه ما رو تشویق میکنه که به اعمال و عمل خودمون دقت کنیم و فقط گوینده کلام و ادعا کننده اون نباشیم، بلکه عمل کننده کلام خدا باشیم. رفتن به کلیسا، موعظه شنیدن هفته یک بار و سرود پرستشی، ده یک یا هدیه ای انداختن توی سینه هدایا کفایت ایمانی نیست. عمل ایمان ما پیروی از کلام خدا و همگام شدن با عیسی مسیح. تا برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود عزیزان.